My name is Reza Tarkzadeh, and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-billion dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds. That's what you get with work results. حرف من با همه حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه امیران و سرای شیران، کس بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق سخاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار. بستان و چمن، دشت و بیابان، همه گل. عزیزان سلام عرض میکنم. نمیدونم این کارت آخر رفت یا نه. در هر صورت این برنامه به طریق اسکایپ داره پخش میشه. برنامه رو باز با نام خدا شروع میکنیم و خیلی خوشحالم که باز این سعادت داشته باشم که در خدمت شما هستم. خب طبق معمول دیاکو عزیزم سکاندار کشتی عشق ماست و از این راه دور خب ما بیشتر زحمت میندازیم گردنش، یعنی باید چند تا کار انجام بده، ازش ممنونم. از این راه دور خدمت جناب شهرام همایون عزیزم، جناب آقای باقری عزیزم، جناب آقای جوج و جناب آقای عباس پهلوان عزیزم و تمام کارکنان شریف و زحمت کش کانال یک سلام میفرستم. این برنامه رو دکتر پسرای من دکتر رضا و دکتر کوروش ترکزاده وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا با شماره تلفن رایگان 888-222-8286 به شما تقدیم میکنه. اسپانسر این برنامه هست. خب هر امری عوامری داشته باشین میتونید با این تلفن رایگان باشون تماس بگیرین و با کمال میل حاضر به جوابگویی به سوالات شما هست. تلفن هایی که اونجا هست تلفن مستقیم تلویزیون 818-477-1717، این استودیویی که میتونید مستقیم تماس بگیرید. اون 310-890-2233 فقط کارش اینه که پیام بگیره و تمنا میکنم پیاماتون کامل بذارین و اوامرتون هم بفرمایید با تلفنتون هم دو بار تکرار بکنید که مشخص بشه که بتونیم اگر لازم باشه باتون تماس بگیریم. خب داره کم کم به کریسمس دو روز یا سه روز بیشتر نمونده، شب یلدا هم که تموم شده، امروز روز اول به اصطلاح زمستانه. امیدوارم دل همتون گرم باشه، دل همتون شاد باشه. در هر صورت میریم که یک کریسمس دیگه از زندگیمون رو ببینیم، یک به اصطلاح هستیم، شکر کنیم به درگاه خدا که هستیم و از وجود نازنین اینا که دوستشون داریم دور و برمون هستن این سعادت داشته باشیم که بهره مند بشیم. خب من چند تا نکته به اصطلاح وقتش نیست الان این روزا، ولی وقتش هم هست. به چه دلیل میخوام اینو عرض کنم خدمتون؟
که بدونیم در روزایی که ما خوشیم و سر حالیم و نمیدونم سلامتی داریم و فلان و قدرت داریم و پول داریم و از این حرفا چیز نشیم، یه دفعه به خودمون قره نشیم. این چیز ماندگار نیست. به اصطلاح قدرتی که محمد رضا شاه پهلوی اعتبار رو به اصطلاح خوبیایی که برای مملکتش میخواست، اعتباری که برای مملکتش در دنیا خریده بود، کم زحمت کشیده نشده بود براش. وجدانن بیایم بشین، نمیگیم همه کارهای اون زمان خوب بود، نمیگیم همه کارهای محمد رضا شاه پهلوی دیگه پرفکت، هیچ کس هیچ آدمی در دنیا پرفکت نیست، ما هممون کمبودای داریم. ولی پادشاهی نبود به این اندازه که بخواد برای مملکتش دلسوزی بکنه. حتی در اواخرم که 4 سال 5 سال قبل از اینکه اصلا انقلاب بشه بهش گفته بودن که به اصطلاح سال زیادی در جلو نداری با این مریضی که، با وجود این یک کلام حتی به همسرش به شهبانو فرح هم نگفت. چرا؟ نخواست دلرحمی مردم رو چیز بکنه، به اینکه براش دلرحمی بکنن و دلسوزی بکنن. این میخواست کارش انجام بده، میخواست مملکت به یه جایی برسونه. و در دنیا هم که میدیدین که چه عزت و احترامی برای مردم ایران قائل بودن. یادتون که هست پدر و مادرای محترم، اینا رو به فرزندانتون بگین. خب ببینین شما یه بس میان میشه میگه آره شاه دیکتاتور فلان اینا. خب اینقدر یک جانبه، اینقدر به قول معروف بی معرفتی نکنیم. ببینیم چه کارهایی این مرد بزرگ کرد برای ایران. خب قدرش ندونستیم. آقای کارتر هم که اینجا میگفت من اصلا خوشم نمیاد. خب فقط آقا سلیقه شخصیش این بود که از شاه اینا راضی نبود. بعد برش داشت و خب نوکرهای جدید گذاشت اونجا، نوکر دست به سینه. شاه میخواست برای مملکتش هرچی هست برای مملکتش بخواد که نشد. خب شاهنشاه عالی‌نامه، شاهنشاه عالی‌نامه محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه عالی‌نامه. خب این دیگه بزرگترین مقام یک مملکت. خب یه عکس میخوام دلم نیمد نشون بدم، ولی بعد گفتم این شاید یک زنگی در گوش آقای این سردمداران جمهوری اسلامی باشه. من کار به بقیه ممالک ندارم، کار ندارم عربستان چی کار میکنه، کار ندارم عراق چی کار میکنه، اونا به ما کار ندارن، اونا هم نمیفهمن من الان چی دارم میگم، چون اونا عربن، اونا عربی باش باشون حرف بزنی تا بفهمن. ما داریم فارسی حرف میزنیم، داریم برای ایرانی حرف میزنیم، برای فارسی زبان حرف میزنیم. شاهنشاه آریامر با اون عظمتش. خب این عکس دیاکو عزیزم نمیخواستم این نشون بدم، ولی گفتم این یک شاید یک شوکی باشه برای این آقای رهبر، آقای خامنه ای. شما که دیگه مستثنا نیستی، که حضرت محمد نبود شما هم نیستی، و شاهنشاه آریامه رم نبود، هیچ کس مستثنا نیست. این آخرین نگاه محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامه. عاقبت همه اون همین، چه خوشحال باشیم چه نباشیم. خب اینا میتونیم بیایم تو، خواهش بکنم. خب الان چی؟ روزانه میلیون ها نفر میگن خدا بیامرزتش محمد رضا شاه پهلوی، تازه میفهمن که چه چیزی از دست دادن. آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آیا شما یا این سردمدارانی که اونجا هستین خدا رو بنده نیستین و فکر میکنین این قدرتی که دارین همیشه دارینش، ندارینش به خدا. یه موقع به زورم که شده باید تحویلش بدیم برین اون دنیا، اون دنیایی که هیچکی ندیده، حالا کار نده. آیا فکر کردین بعد از رفتنتون مثل الان که میلیون ها نفر دارن هر روز میگن خدا بیامرزتش محمد رضا شاه پهلوی، آیا شما فکر میکنین بعد از رفتنتون اشکی هم ریخته میشه، کسی هم ناراحت میشه، کسی هم براتون خدا بیامرزی میفرسته؟ خودتون جواب بدید.
خودتون ببینید چی کار کردین، چه بلایی به روز این مملکتی که با اون همه به اصطلاح ابهت و راحتی برای مردمش و آسایش برای مردمش چی گذاشتین در عرض این 35 سال، چی کار کردین برای مردم؟ غیر از یه مش دوز اومدن مملکت آتیش زدن و بردن، غیر از اینه، غیر از اینه خب هیچ لازم هم نیست رگاتون بزنه بیرون، بشین فکر بکنین خب چند تا از این دوزار هم که گرفتین اونجا تو زندانن، دارن برای خودشون تلویزیون نگاه میکنن، ستلایت نگاه میکنن، نمیدونم شاید هم آقای بابک زنجانی هم برنامه رو ببینن، ولی آخر عاقبت همینه، هیچ کدوم از این پولا رو باشون کسی نمیدن. خب حالا اگر دیاکو عزیزم بره پایین تر، آقای خمینی یادتون میاد گفتن من میام چی کار میکنم، گفتن این من این دنیا و اون دنیا و این حرف خود آقای خمینی گفت چی؟ این بود وعده آقای خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، خوشی و سعادت و ثروت را هم در این دنیا و هم در آن دنیا به شما وعده داد. من غیر از این بود مگه نگفت من میام و دنیا هم این دنیا را براتون درست میکنم هم اون دنیا، این حرف خود آقای خمینی. نگاه کنین عکس این مردم گرسنه‌ن که برای نظری تو صف در بیش از 12,000 نفر ده، اینو در یوتیوب هم گذاشتم. این وعده آقای خمینی بود که مردم گرسنه نگه دار. همه اینطور نیستن، اون 3% نخیر، در همین جا آقای بیایم تو دیاکو جان، در همین جا نزدیکی که ما زندگی میکنیم گرون ترین قیمت ها، آقای خامنه ای اگر نمیدونین که من خدمتون عرض بکنم، مال همین کسایی که میان اونجا دو ماه اونجا هست، دو ماه اینجا در کنار این اقیانوس با ویو تمام اوشن، خانه های میلیون دلاری مال همونایی که همون 3% یعنی که در دور بر شما هستن. پس اگر امریکا بده اینا چرا اومدن اینجا؟ چرا وزیرای اون مملکت اینجا هستن با خانوادشون؟ چرا خانوادشون اینجا هم خودشون اونجا هن؟ این غیر از تظاهر چیزی دیگه این شما اسمشه میذارین؟ نیست، غیر از تظاهر چیزی دیگه نیست. خب حالا میگه یادتون میاد یه بمب افتاد در هیروشیما که امریکا انداخت، امریکا یه جهانخوار رفت یه بمب چند سال پیش انداخت در ژاپن، و در همون موقع که این بمب در هیروشیما پایین اومد بیش از 100,000 نفر کشته شدن. فرق نمی کرد، مرگ نمی پرسه شغل چیه آقای خامنه‌ای، آقای رئیس نمیدونم کل سپاه پاسداران، آقای نمیدونم رئیس کل پلیس ایران، مرگ نمیاد از شما بپرسه شما کی هستی شغلتون چیه، مرگ که بیاد هم میبره، فرق نمیکنه، بچه بزرگ کوچیک هیچ سوال نمیکنه چند سالته، چون شغل تو رهبره نخیر از این خبرها نیست، همه رو میبره. مثل این بمب شیمیایی که افتاد بیش از 100,000 نفر در همون مرحله اول پودر شدن، بچه و زن و مرد و تمام اینا. خب یه جنگی بود بین دو تا کشور و این اتفاق بود. شما نگاه بکنی به اسم دین فرق نمی کنه، باز نندازینش کردن بگیر فرخ نمیدونم، فرق نمی کنه، مسلمون یهودی مسیحی اینا کشت و کشتارهایی که کردن اصلا آدم سرش سود میکشه، ولی شما نگاه کنید به اسم کفار، میگن آقا جون یارو محاربه با خداست، محاربه چی با خدا، کی میتونه با خدا محاربه بکنه، اسم میزنی روش میکشینش، میلیون ها نفر. ببینید این داعش چی کرد، ببینید چه به روز زمین و زمان داره میاره، یه اسمی گذاشته اینا کافرن که اجازه اینو داشته باشه بره سر همه اینا رو ببره، میلیون ها نفر کشته شدن به خاطر همین اسم کافر بودن، درست نیست، به خدا درست نیست، یارو بی گناه
اصلا نمیدونه، اصلا راجع به دین نمیدونه چیه، بچه بزرگ کوچه اصلا نمیدونه دین چیه، میرن میکشنشون. ببینی چی کار دارن میکنن، ببینید در عراق و در این سوریه و اینا این داعش چه بلایی سر مردم دارن در میارن، فقط و فقط پشت دین قایم شده. شما به همین دزدی ها رو ببینید در ایران، ببینید چه خبره، چقدر میدزدن پشت دین، خودشون رو قایم کردن پشت سپر دین. آقای خامنه ای، خب جلوی اینا رو بگیرید. شما خودتون میاد میگید یک دروغ حرامه، نه دروغ نگید. خب ببینیم ایران دروغ برداشته، هیچ کس هیچ حرف هیچ کس قبول نمیکنه. حالا دیگه من نمیدونم چه چه. حالا من چندین فیلم دیدم که آقای خامنه ای میزنن این پلیسای که مال پاسدارا و نمیدونم لوا شخصی ها میزن تو خیابون زن و مرد و کتک میزن. خودتون هم دیدین، 100% دیدین، دیگه لازم نیست ما اینجا پخشش بکنیم. این دور از شرفه، دور از معرفته که مردم، آقا یک نفر شما میگین آقا جامعه ایرانی، جامعه ایرانی جامعه اسلامی قبول، زن چادر داره، نمیدونم مقنعه داره، چی داره، میرن این جوان از سرشون میکشن، کتکشون میزنن. میدونید به این صورته. حالا یه تلفن جواب بدیم، من میخوام یه فیلمی نشون بدم، فرق بین حیوان و انسان. مردم میبینن تو خیابون میمیرن، کسی نگاه نمیکنه، کسی نمیگه آقا باتوم زده تو سرش، داره خون ریزی مغزی میکنه، ازش فقط فیلم میگیره. حالا تلفن جواب بدیم. فرخ هستم بدم. الو الو آقا فرخ. یا نه روزتون شبتون بخیر، عصرتون بخیر. من میخوام بدونم اگه در قرآن گفته نشده که جونی رو که خدا میده خدا خودش باید بگیره، نه دیگران بگیرن. خب حالا دیگه، خب اینا خودشون رو در جایگاه خدا گذاشتن متاسفانه. خب قد شد مثل که دیاکو جا، دیاکو عزیزم، ما این اسکات ایراد کارمون اینه. من هم به خدا دیگه جون نداشتم، امروز با چند تا قرص نشستم اینجا که بتونم در خدمتون باشم، شاید یک کاری انجام بدیم، شاید یه خدمتی از دستمون بر بیاد. و الا به خدا هم سینم گرد. نه نه فرخ هستم، بفرمی دوید فرخ عزیز، امیدوارم که شب یلدا به شما خوش گذاشت. اما تو ایران ما شنیدم که هندونه کیلو 1500 تومن، آجی کیلو 35000 تومن. 95% این هموطن ما محرومن، اما شب یلدا رو برقرار کردن، با هر سفره خالی هم برقرار کردن. بعد راجب سیاست که شما فرمودی، کارتر تنها نبود، اون ملیگره ها بودن خیانت کردن به اون، مثلا دکتر یزی ها، خوزاده ها، بازرگان ها که به ما ملت ایران خیانت کرد. و این بدبختی هست که 35 سال ما دوچارش هستیم. واقعا از این یادآوریت خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که فقط ما هموطنان ما ملت ایران، یعنی زن ایران، میتونن ما رو از این فقر و بدبختی نجات بدن. موفقیتی تارزو میکنم، امیدوارم هفته آینده تو تلویزیون ببینم تو خوشبختی، تو سلامت تارزو میکنم. از بزرگتون که قطبزاده وقتی دیگه گرفتنش و گفتن حالا دیگه باش بریم اعدامت بکنیم، آخرین حرفشی بود، گفت حق منه، حق منه که اعدامم بکنن، چون این نونی بود که من تو سفره مردم بیچاره گذاشتم. خب اعدامش هم کردن، رفت به کارش. خب همه چی دروغ، اومدن همه چیز دروغ به مردم گفتن. آقا شاه فلان، ما دیدیم شاه چند نفر جلوی ما کشته. خب دروغ تا سرعت مرگ، دروغ تا سرحد مرگ، فقط به خاطر اینکه قدرت دستشون بگیره. خب داشتیم میگفتیم که مردم تو خیابون میزنن، زن و دخترای مردم بهشون اچاف میکنن، دست رازی میکنن، هیچ کدوم اینا که نگاه میکنن هیچ عکس العملی نشون نمیدن، میخندن و فیلم میگیرن، خوشحالن که فیلم گرفتن. خب و بعضی از اینا در سر همین بی چیزی، بی احتیاطی ها میمیرن توی خیابون ها، میمیرن و بعدش هم میرن خاکشون میکنن، هیچ تموم میشه. شما نگاه کنین، یه میمون، یک میمون
میبینه یه میمون دیگه در حال مردنه. ببینین چه کار میکنه تا این میمون رو زنده میکنه. ببینین، خواهش میکنم، در تمام دنیا الان این مثل بمب ترکیده. نگاه کن. Monkey who fell unconscious after being electrocuted in India's northern city of Kanpur. The monkey was electrocuted while walking on high tension wires in the city's railway station. The monkey fell down on the tracks and lost consciousness while the other monkey came to the rescue. He tried to revive him by hitting, biting and tipping him in water. After more than 20 minutes, the electrocuted monkey showed signs of life and started to move. A crowd then gathered at the railway platform to take pictures and videos of the heroic act. یک پایان زیبا. مردم ایستادن، باز همین تام فیلم میگیرن، ولی یک پایان زیبا. ما از میمونا کمتریم، از حیوانات کمتریم، در بعضی بیشتر موارد بله، ما خیلی باید بدویم تا به حیوانات برسیم، به این صفا و محبت حیوانات برسیم. این سگایی که میندازین با تیر میزنین یا نمیدونم با این خرای بیچاره، دیدم داخل یکی از این شبکه‌های عربی دو تا بچه عرب در همین سوریه یا عراق بوده، اینقدر سگه رو این خره رو میزنن، بعد میبرن دم یه پرگاه، خره ای با التماس میرفت عقب، خودش میدن از پرگاه میندازن، بعد قه قه میخنده. نمیدونم کدومش درسته، کدومش به عقل جور در میاد. خره رو بندازید بکشی، بعد خب حالا چه به انسان ها رو هم نمی کنه، چه برسه به خره و گاو و نمیدونم سگ و این چیزا. خب از حضورتون که از اعظم خانم ممنونم، محبت کردن، زنگ زدن و دستشون درد نکنه. خانم معصومه احتیاج به کمک داره. تمنا میکنم عزیزانی که میتونن کمک بکنن حتما کوتاهی نکنن. خوشحال شدم که شنیدم که مثل اینکه نسیم اینا رو یه معلمی برده در یه مدرسه جایی بهشون داده، که بسیار خوشحال شدم. حداقل از این نابسامانی یه مقدار نجات پیدا کردن. آقای اصغر از ساندیاگو به دنبال آقای منوچهر فرسایی میگردن. از حضورتون که خانم خورسندی به دنبال آقای مجید اجدری یا امیر علی اجدری و خانم فاطمه باقرپور میگردن. تمنا میکنم اگر کسی اطلاعی داره تماس بگیرن. عرض کردم یک عزیزی هم با من تماس گرفت که به اصطلاح داشت درد دلای بسیار سیاسی میکرد. عرض کردم خدمتش که این برنامه برنامه سیاسی نیست، یه برنامه خانوادگی و اجتماعیه که ما داریم درد مردم منعکس میکنیم و در ولای اول میگردیم عزیزها رو پیدا بکنیم که هم دیگر رو پیدا بکنن، بتونن شاید به هم کمک بکنن، بعدم بتونیم دست کسایی رو بگیریم که واقعا ندارن و گرهشون رو باز بکنیم، هر چقدر که کوچک باشه. در هر صورت تعریف میگرد که در دو سالی که باز در زندانهای ایران مأمور بوده، از وجدان ولش نمی کنه، چون چندین نفره میدیده که اونجا دارن میبرن که اعدامشون کنن و میدونسته که اینا گناهی نداشتن. نمیدونم حالا اینایی که آقایونی که سر کار هستین، آقایونی که این برنامه ها رو ریختین، آیا وجدانتون راحته؟ آیا صورت این جوونا نمیاد جلویتون که شما کشتین یا اعدام کردین؟ آیا نمیاد؟ هیچ در فکرتون نمیاد؟ در خوابتون نمیان این جوونا؟ تعجبه اگر نیاد. فاروق حسن بفرمایید. الو بفرمایید. سلام، خسته نباشین. می‌خواستم با آقا فاروق صحبت کنم. نسیم جان شما هستی؟ س...
سلام ابو فرخ، خوب هستی؟ سلام جانم، الان گفتم شنیدم خدا رو شکر بردنتون یه مدرسه یه جا بهتون دادن. خسته نباشی. مرسی عزیزم، مرسی. بگو، داره صدا پخش میشه. متوجه نشدم صدات قطع و وصل شد. میگم شنیدم که شما رو بردن یک معلمی بردن به توی جا دادن توی مدرسه در تهران، درسته؟ نه فراخ، تو سوله ورزشی که ساکن بودیم چون تموم شد و افتتاح شد، بازگشایی شد، میان ورزش میکنن، مجبور شدیم اونجا رو خالی کنیم. یه مدرسه همون تو کرج، اونم در حال ساخته، هنوز تموم نشده. خب فعلا رفتیم اونجا، تهران نیست، کرج هم خراب، هنوز ساخته نشده اون مدرسه. خیلی خوب، توی سرما فعلا اونجا هستیم. خیلی خوب، چند تا از دوستان اگه با شما تماس نگرفتن؟ نه هیچ کس تماس نگرفته. این که فقط یه نفر زنگ زد ما رو تهدید کرد. من آخه مگه حرف بدی زدم جز این که از هموطنام کمک خواستم؟ گفتن از وزارت اطلاعات هم زنگ میزنی، شما برای چی به شبکه های بیگانه زنگ میزنی؟ با آبروی نظام بازی میکنی. چه آبرو نظام بازی میکنن؟ بریم دوزاره بگیریم، اونا آبروی نظام میبرن، نه این بیچاره ها. اینا یه لقمه نون میخوان، یه سرپناه میخوان. بریم اونا که 80,000 میلیارد تومان میدوزه، اونا آب روی مملکت میبرن. آقای خامنه ای، اونه که 3,000 میلیارد تومان برداشت فرار کرد، اومده این ور داره کیف دنیا رو میکنه، اینا آب روی مملکت میبرن، نه این بیچاره این نسیم که نون نداره بخوره. چه آب روی مملکت میبرن؟ آقای اطلاعاتی ها، شما آب روی مملکت میبرین که ازتون عکس میگیرن، مردم تو خیابون با باتون میزنید تو سرشون. اینا چه بد، چه کار کردن بیچاره ها؟ مگه من چه حرف بدی دارم؟ جز یه سرپناه توی سرما چه چیز زیادی خواستم؟ به من گفتی اگه هموطنها صداتو بشنون یکی دلشون بسوزه برات بهت کمک کنن. مگه من چه چیز زیادی خواستم که تن و بدن ما رو بلرزونن، نهیم به منت بگن برات مشکل ساز میشه؟ آقای خامنه‌ای، مگه اینا گناهی ندارن به خدا؟ شما که خودتون آدم خدا میدونین، شما که از خدا میترسین، نذارین اینا به این بیچاره ها فشار بیارن. نه خب، دست تمنا، دست کمک به طرف سازماناتون دراز کردن، کسی محلشون نذاشت، حالا اومدن یه دو نفر میخوان بهشون کمک بکنن. شما نذارین این کارا بشه تو ایران. نه، اینا همش به اسم شما تموم میشه. آقای خامنه ای، اون آقای اطلاعاتی که زنگ زده، خیر و خوبی شما رو نمیخواد. این میخواد از این وسط فقط یه سوء استفاده ای بکنه. نذارین اینطور بشه. من فقط خواستم که درسمو بخونم. الو جانم، داره صدات پخش میشه. من فقط خواستم که بتونم سالم زندگی کنم، درسمو بخونم، خانواده درستی داشته باشم. نمیخوام تو این سن برم به فساد کشیده شم. میخوام کمک کنم به ما، بیان فیلم بگیرن، آبروی ما رو ببرن. چه چیز زیادی خواستم من که زیدم به کی به احترامی کردم؟ چه حرف سیاسی مگه من زدم؟ آقای اطلاعاتی، شما که این برنامه رو دیدین، چرا این برنامه رو نمیرین بذارین آقای خامنه ای که رهبرتونه ایشونم ببینه؟ شاید ایشون نظرشون با شما فرق داشته باشه، شاید شما دارین اشتباه میکنین، شاید آقای خامنه ای شما رو ارشاد بکنن، بگن این درست نیست با مردم اینطور رفتار بکنید. حرف بدی نمیزنن، مردم در بلا تکلیفی هن، گرسنه هن، چه کار باش بکنن؟ شماها که گرسنگی نکشیدین که ببینید چه بدی داره.
خیلی خوب، این این کسی شرایط دونم من نمیدونم، من شماره تو این شرایط پاش داره کج میشه دیگه، اگه نتونه راه بره دیگه ما چی کار کنیم؟ باید دوباره گچ بگیره. من نمیدونم شماره شماره این آقای اطلاعاتی از کجا آورده که به شما زنگ زده. من فقط به چند تا از دوستانی که بهشون اعتمادم داشتم این شماره شما رو دادم که میدونستم دست خیر داره. نمیدونم از کجا شماره شما رو پیدا کرده. در هر صورت این نسیم 12 سالش هم بیشتر نیست. پدرم بالای سر نداره. سه تا دخترن با یه مادری که دست پا شکسته. تو خیابون کیفش دزدیدن. بعد دست پاش هم شکسته، دنبال کیفش بوده، یه لقمه نون در آورده ببره بده به اینا، اونم یه دزدیده رفته. خب نسیم جان باعث برم خطای دیگه رو بگیرم. ما میخوایم سالم زندگی. بله گفتی نسیم میخواد سالم، نمیخواد بره. باشه نسیم جان، باشه عزیز، بریم خطی. الو رو خستم بفرمی. جناب فرخ درود بر شما. درود بر شما، قربونتون برم. جونه ببخشید من تلویزیون کم کنم با عرض معذرت. الو جانم بفرمایید. خواهش با من هستی جناب فرخ؟ بله با شما هستم، بفرمایید. ببخشید من اگر در ایران کسی میتونه به نسیم خونه بده، کرایه بدن اینها، ما برای کرایهشون میتونیم یه مقدار کمک بکنیم. خب حالا ایراد کار اینه که کسی پیدا نمیشه که یه خونه بهشون بده. حالا من شما لطف بفرمایید اسمتون رو بذارید، من شماره تلفن نسیم میدم باش صحبت بکنید، ببینید یه هماهنگ بکنید، ببینید چطور میتونید بهش یه کمکی بکنید. من به دستی شما پیام میگذارم براتون به همون تلفن 310-890-2233 پیامتون رو بذارید، شماره تون رو بذارید، من خدمتتون زنگ میزنم شماره نسیم رو میدم. چشم خب خواهش میکنم. مرسی خانم. چی کار باید کرد؟ آقای خامنه‌ای چه باید کرد؟ این ملت چی کار باید بکنن؟ خوشحالین که به این ملت به این بیچارگی رهبری میکنین؟ واقعا خوشحالین؟ شاه اون اوائلی که میگفت من خوشحال نیستم این ببینم این مردم فقیر پادشاه این مردم فقیر باشن. آیا شما خوشحالین که رهبر این مردم 95% مردم 97% مردم فقیر باشین؟ خب ببینیم چی شده. ببینیم آقای رضا عظیمی مدرس حراست کل استانداری خراسان رضوی، ببینیم فرمایشات ایشون چقدر عاقلانه و چقدر به اصطلاح با کلاسه. آقای رضا عظیمی مدرس حراست کل استانداری خراسان رضوی میگوید آمریکایی‌ها با تأسیس یک اتاق فکر در کشور امارات متحده عربی، ببینید ماشاءالله چقدر اطلاع داره، پیتزا را وارد ایران و جایگزین آبگوشت کردند تا ایرانی‌ها سر سفره با هم درد دل نکنند و راحت‌تر بتوانند کشور ایران را بدون خونریزی تصرف کنند. او همچنین مدعی شد امریکایی‌ها محتوای پیتزا را پر از میکروفیلم های کردن تا اطلاعاتی را از ایران بگیرن. ببینی خرافات، ببینی این فکرها تا کجا اینا رو دیوانه کرده. پیتزا را فرستادن امریکایی‌ها درست کردن بیاد سر ایران، توش هم میکروفیلم هست که بتونه بره تو شکم چی خوینایی که میکروفیلم میخورن چی میخوان داخل شکم پیدا کنن. خیلی خوب اینم آقای صادق هدایت چه قشنگو. حال ما با دود الکل جا نمی آید رفیق. فروخ هستم بفرمید. سلام علیکم. سلام جانم خوبم فروخ. خوبم جعفر تویی؟ بله ها فروخ منم جانم. من یه مقداری خواهری به من کمک کرد، باش میدفتم یه گاری کرازو بگم با کرازو شدی هفتش توان میدادم بابت یک کرای گاریه افتی گذاشته دو تو دوخت هستم خدو شهرهی اومد تمام وسایل من رفت و گاری رو برده. حالا که میرم دنبال گاری مردم رو بگیرم چون به جای سفته دادم
من دیگه به علت ساعت من بردی 50 تومن جریمه فرستادم 20 تومن پول پارکینگ بدی گاری ببری. یعنی هر چی وسایل داشتم آقا هیچ، پوچ. یعنی از اولم بدتر شدم، بدهکار شدم. حالا من چیکار باید بکنم؟ نه کاری دارم، نه چی کاسبی بودم بکنم. عمرم بود حلال بخورم. اول تو هم بیوارا گفتن گند شد اختیم بیرون. گاری مردمم نمیدن. صاحب گاری از یاد میگه سفتات میذارم اجرا گاریمو بده. از این برم میام شهرده میگه باید 450 تومن جریمه و سرز مبر و پول پارکینگ بدی گاری تو ببری. من هم نمیدم چه کار کنم آقا فرخ، گیر کردم به خدا بچه هم دیگه بدتر از اول شدم. حالا اون موقع بدهکار نبودم، حالا بدهکارم شدم. من نمیدم چه کار کنم آقا فرخ، به کی بگم درد زده به کی بگم؟ او بدم نه حلال بخورم برم مواد فروشی کنم بهتره، بالا پول ندارم برم مواد بخرم بفروشم. خدا نمیشه من کاری بکنم. حالا 4 تا بچه گردم، یه پسر سرباز داشتم تازه هم از سربازی مرخص شده اومده، اونم افتاده گردم بیکار چیز تو خونه. به خدا نون شب نداریم آقا فرخ، نون شب نداریم. این شهرداری گاری من نمیشه، مال منم نیست، کرایه‌ات مال مردمه. گاری من ساعت میگه سفتت میذارم اجرا زندانت میکنم، گاریم بیار فروختی گاریمو. اون میگه هر شب که گاریم ندی شب 8000 تومان میگیرم. شهرداری میگه هر آخه قطعش هم کردم. این جعفر احتیاج به کمک داشت، یه عزیزی در کانادا یه مقدار بهش پول دادین رفت یه گاری اجاره کرد، میوه میفروخت، شهرداری اومده گرفته اونه. زورتون به این بیچاره ها میرسه. چرا جرئت نداریم با آقازاده های کار بکنیم تا گوشتون رو ببرن؟ چرا جرئت نداریم آقای شهردار، آقای استاندار، چرا جرئتتون فقط برای این بیچاره های بی پوله؟ بیچاره ها چرا زورتون به اینا میرسه؟ اگه جرئت داریم با آقازاده ها بگیم بالا چشتون ابروه تا گوشاتون رو ببرن بزنن کف دستتون. خط دیگه داریم بگیریم. میگه صادق هدایت چه قشنگو، حال ما با دود و الکل جان نمی آید رفیق، زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق، روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است، طفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیق، دستهایت را خودت ها کن اگر یخ کردم، از لب معشوق هامان ها نمی آید رفیق، هضم دلتنگی برای موج آسان نیست، آب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیق، یا شبیه این جماعت باش یا تنها بمان، هیچ کس سمت دل زیبا نمی آید رفیق. خب دیاکو جان اگر امشب در سر بچوری داریم داری، اگه خط داریم خط بگیریم، اگه نه دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود، هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود. گوش میکنیم. از روی مه خود
اثری جویم جان یابم زین شب ها، جان یابم زین شب ها. ماه و زهره را به طرف خانم، از خود بی خبرم، ز شب دارم نغمه ای بر لحا، نغمه ای بر لحا. شب یک سر شغل شورم، از این آرم گویی دورم، از شادی پرگیرم که رسم به فلم، هستی خانم در در هور و ملک، در آسمان ها اوقاف کنم، سبو بریزم ساغر شکنم. امشب یک سر شغل شورم، از این عالم بویی سری جویم، جان یابم زین شب ها، جان یابم زین شب ها. ماه و زهره را به طرف خانم، از خود بی خبرم، ز شب دارم نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها. امشب یک سر شغل شورم، از این عالم گویی دورم. زاهدا من که خراباتی و مستم، به تو چه؟ ساغر و باده بود بر سر دستم، به تو چه؟ تو اگر گوشه محراب نشستی صنمی گفت چرا؟ من اگر گوشه میخانه نشستم به تو چه؟ تو که مشغول مناجات و دعایی چه به من؟ من که شب تا به سحر یک سر مستم به تو چه؟ آتش دوزخ اگر قصد تو و ما بکند، تو که خشکی چه به من؟ من که ترستم به تو چه؟ عزیزانم بذارین آقایون زاهدا، خب بذارین هر کی در خلوت خودش هر چی دلش بخواد بکنه، چه کارش دارین؟ حق با شما. اگر یکی در نمیدونم ببینه چی کار کرده، روز شنبه 22 آذر، همین شنبه دیروز، امیر رضا زاره شهروند شیرازی به خاطر در دست داشتن یک بطری آب جو در دست در کنار کارخانه روغن نباتی شیراز پشت حافظی، چند تا مامور میرن اینا رو محاصره میکنن، بیچاره پتر آبجو دستش بود، از ترس فرار میکنه، یکی از این ماموری با تیر میزنه تو قلبش، میکشتش، میمیره. حق یه دونه آبجو خوردن مردنه؟ شما اینقدر مؤمنین که این آقا چی کار دارین؟ بذارین این که اون آبجو رو میخوره به تن خودش ضرر میزنه، میگه غیر از اینه، خب رفته یه گوشه‌ای قایم شده که کسی هم نبینتشون، یه شیشه آبجو بخوره. آقا بذارین بره جهنم، چی کارش دارین؟ این دلش میخواد، دلش نمیخواد بره بهش، باز بذارین بکشینش؟ این چه قانونیه؟ این چه قانونه؟ کجاش انسانیه این؟ آقای خامنه این به گوش شما رسیده؟ اگه نرسیده بنده دارم میگم، در یوتیوب هم گذاشتن، تمام دنیا الان فهمیدن. آیا شما عکس العملی انجام میدین؟ آیا بازخواست میکنین از رئیس پلیس، پلیس شیراز که چرا یه همچین جریانی اتفاق افتاده برای یه جوان بیچاره؟ خب نمیدونم از وجودتون که هی بابا میگه
پر میزند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست. بال کو عرض کردم بالا رو شکندن، عزیزی در محبت کرده بود و میگفت وقتی میرین ایران برمیگردین زیاد پا پیچ چیز نشین، یه کاری بکنین که زیاد اگر یه مأموری هم خواست به شما پا پیش بشه زیاد به سر چیز دستش ندین که بتونه اذیتتون بکنه، چون بعضی موقع اینا حتی جلو رفتنتون میگیرن تا یه چیزی ازتون بگیرن، مخصوصا اگه بدونن شما میخواین بیان چه میدونم اروپا یا امریکا. به تمام این سیاهی ها میخندن چون طلوع در پیش است. تمام این سیاهی ها میره، تمام این شبهای تاریک میره، باز طلوع خورشید، باز خورشید طلوع میکنه. حالا برای اونایی که بعضشون به اصطلاح آنچنانیه و همینجا هم بیشتر تشریف میارن خانوماشون رو به اصطلاح بهترین چیزا رو دارن، برای اونا البته براشون بد میشه، ولی شما بیان 2 یا 3% بین 100 نفر 3 نفر، شما این 3 نفر دارن 100 نفر خون 100 نفر میمکن، این درست نیست. تا الان دزدیدین تموم کردین دیگه، دست بردارین از سر مردم. حالا که فعلا که یه مملکت رو ورشکسته اونجا تحویل دادین با بمب اتمی که میخواستین بسازین، کو بمب اتم چه کارش کردین؟ چرا ساکت شدین بعد 35 سال؟ شما که پرچم گرفته بوده بمب اتم ساختین، کوش کو بمب اتمتون؟ سلام آقا. سلام خانم، بفرمایید. میخوام بگم که شما که میگین فقط به خاطر یه آبجو آدمایی که ثروتمندن تو ایران، یک تلویزیونتون رو ببندین خواهش میکنم خانم، تلویزیونتون رو ببندین، توجه به تلویزیونتون نکنید. بله، و ثروتمندا کارایی میکنن که اون سر چیز ناپیدا، یعنی از افتضاح غلطهای بی خود و بی دخترای جوون مردم رو میگیرن به فساد مجبور میکنن. بله بله, بله. حالا رفتین یه آبجو رو میگی کتابایی که الان تو از ایران می نویسن و میفرستن ما میخونیم، آدم شاخ در میاره که چه کارایی همین ملاها به سر مردم میاره. بله. خیلی ممنون. مرسی خانم. خیلی ممنون. نگه ساکت باش. اینجا دیگر هاری بیماری نیست. جزئی از زندگی است. هار شدن افتادن به جون مردم. هار شدن افتادن به جون مردم. قرار بود سگ هار بشه که شما همه سگا رو کشتید. میگه سگی تو ایران که گیر نمیاد، اگر هم کسی گیر ببینم با یه سگ میرید شلاقش میزنید. ای انسان قدر خود را بدان، به حدی گرانی که فقط خدا میتواند تو را خریداری کند، اینقدر خودتو ارزون نفروش. فعلا که ارزشی برای مردم قائل نیستیم، هرچند میگیم فوری بلا فاصله رگا میزنه بیرون. آقا چی گفتیم؟ محاربه و کافر، یاره کافر کافیه، همه کافیه برای اعدام یه نفر، کافر کافیه. بله، اینجا سالهاست که زمستان است، قلب ها تاریک، دست ها سرد و نگاه ها زمستانیست، عشق در چشم یخ میزنن و بغض در گلو، این روزها گرمترین آغوش، آغوش آدم های برفیست. اصلا تا زنگ میزنین با یکی حرف میزنین نمیدونم فرار میکنن از دستتون، چون نمیخوان کاری براتون انجام بدن. هرچی بگیم بازم میبندین. شما که چیزین در این چیز قهارین، محاربه با خدا.
کو خدا؟ مگه خدا آدمه که شما اینقدر خدا رو کوچیک میکنی؟ کجاست خدا که اینا رفتن به جنگش؟ شما چطور به خودتون اجازه میدین بگین خودتون جای خدا جا بزنین؟ محاربه با خدا یعنی چه؟ این از کجا آوردین؟ یک دلیل برای کشتن کافی است. دیگه حرف دیگه این ور و برش نباشه. خب چه لذتی بالاتر از این که اسمت قسم راست کسی باشه. چقدر جالبه. جانم دیا کجا؟ دیاکو میخواد یه چیز برای من بنویسه. چیز میکنه، ناز میکنه. بفرما. حالا هم که حرف زد میگه 3 دقیقه بیشتر نمیخواد با من حرف بزنه. باشه آقای دیاکو، اشکال نداره. انشالله که این دیاکو بالاخره امسال ما براش دعا میکنیم که یک زن خوب بگیره، یک زن خوبه که البته دوست دخترش خیلی خوبه. اگر کسی اینو میشنوه گوش نکنین، دوست دختر بسیار بسیار خوبی داره و با امید خدا که ما هم میریم عروسیشو یه خجی هم میندازیم گردنشون و به اصطلاح لذت میبریم. دیاکو بسیار بسیار انسان خوبیه، من بسیار عین پسر خودم دوستش دارم. گفتم چون سر سفره جناب عباس پهلوان نون خورده و این اسم آقای عباس پهلوان کافی، وقتی اسمشون که میاد از هر اعتمادی، از هر چکی، از هر سفره، این کار، این اسم ارزشش بالاتره. خب بهترین درودهایم به کسانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند. ممنونم از همه شما عزیزان، از خانواده خودم، از تمام عزیزانی که میشناسن منو. با وجود این میدونن من خودم پر از عیبم، با وجود این هنوز مهر و محبتشون از من کم نشد. این بزرگترین سعادتیه که خدا به بنده داد. هیچ منمی هم در کار ما نیست. یک کاری، اولا ما شک القمر نمی کنیم، ما بدیم اینجا با همین دست خالی در حد توانمون میخوایم یه خدمتی بکنیم. تا الان خدا رو شکر به همت این عزیزان قبیله عشقمون تا حالا شرمنده نشد. تا حالا تا اونجا که در توانمون بوده سعی کردیم یه گره رو باز بکنیم. این بزرگترین آرزوی بنده است که بتونیم یه لبخند به روی لب شما عزیزان، اینا که گیرن، نسیم، زهرا خانم، نمیدونم از اون برای دنیا، اصلا نادر تو اون برای دنیا بیاد، این یه وسیله ای بشه که بره کمک بکنه به نسیم. خب ببینید اینا زندگی رو زیبا میکنه، اینا قشنگ میکنه. ولی ما ادعای زیادی نداریم، منم هم نمی کنیم. اگه کاری از دستمون برمیاد همینه که هست، ما سفره رو پهن میکنیم. حالا هرچی دلش میخواد میاره در این سفره میذاره. یکی میاد پلو میذاره، یکی میاد نون میذاره، یکی میاد خورشت میذاره، بعد یه دستی از اونجا میاد یه لقمه نون برمیداره که سیر بمونه. اینه این روش زندگیه. ولی اگر ما بریم تو پستو بشینیم و نمیدونم مرغ هی بکشیم هی بریزیم توی شکممون، هیچ قشنگی نداره. من اون زمان که در کمپ ها بودیم و با این کارگرا، عرض کردم بیش از 2500-600 کارگر داشتیم، بعضی موقع که میرفتیم که بهشون حقوقاشونو بدیم در چادرها اینا میرفتیم، وقتی مینشستن یه غذای درست میدادن 4-5 نفری، وقتی مینشستن تو همون کاسه نون باشون میخوردم، هنوز اون مزه رو من در بهترین هتل‌ها و بهترین رستوران‌های دنیا گشتم، هنوز اون مزه به دهن من اون خوشمزگی نمیاد، چون پر از عشق بود، پر از صفا بود. نگاه نمیکردیم ببینیم آقا یارو دستش شسته یا دستش نشسته، یا آب تماته که میشه اوتوماتو بهش میگفتن، اندازه 100 تا نمیدونم بوغلمون و مرغ و پلو اینا خوشمزه. خب اینا رو میگیم که بدونیم شکم آدم با یه لقمه نونم سیر میشه. اینقدر ننازیم به خودمون، اینقدر ننازیم به خودمون که رفتیم فلان جام و فلان شامپاین رو خوردیم و فلان، بگیم به کی کمک کردیم، بگیم دست کی گرفتیم،
بگیم چه یتیمی رو رفتیم نوازش کردیم، چه کار کردیم، چه اجحافی کردیم به مردم. بریم چه کار بکنیم؟ از خدای خود، از وجدان خود عذرخواهی. عزیزانم یه برنامه دیگه بسته شد. از دیاکو عزیزم ممنونم که این همه محبت کرد و دستش درد نکنه. از تمام شما عزیزان که اومدین روی خط، صدای قشنگتون رو شنیدم، ممنونم. برای همه تون آرزوی این میکنم که در این ایام عید، کریسمس و نیو ایر همه تون سالم باشین و خوش. از جناب شهرام هوانیون عزیزم، جناب باقری عزیزم، جناب آقای جورج عزیزم، جناب آقای عباس پهلوان عزیزم و تمام کارکنان شریف کانال یک ممنونم به خاطر همه محبتایی که به بنده و این برنامه دارن. از دو تا پسرای خوبم دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده ممنونم که این برنامه رو به شما تقدیم کردن. امیدوارم هر کجا که هستین سالم باشین، خوب باشین، خوش باشین و خدا رو در قلبتون زنده نگه دارین. قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. ما روز شنبه یه برنامه به خصوص داریم که باز اینطوری نیست، یاکو عزیزم اونو ترتیب داده، باز میره تا دوشنبه با مستقیم در خدمتون هستیم. قربان همگی شما، خدا نگهدار. پرستویی شدی پر پر زنون رفتی به صحراهای بین مو نشون رفتی. به من میگن، به من میگن حریفونو ستاره گشتی و تو آسمون رفتی. گلم بودی، گلم بودی، کجا رفتی تو که جون و دلم بودی، چرا رفتی؟ پات مونده لب باغچه، گلو بنده تلات مونده لب تاخچه. بگردم من فدای خاله سیاه تو، کجا خدا پشت و پناه تو. گلم بودی، گلم بودی، کجا رفتی تو که جون و دلم بودی، چرا رفتی؟ گلم گلم بودی، کجا رفتی تو که جون و دلم بودی، چرا رفتی؟ گلم بودی، گلم بودی، کجا رفتی؟ My name is Reza Tarkzadeh and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million dollar, multi-billion dollar.
our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds, who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with results.